خاشاک بود به روی قایق بردند. روز بعد در گمرک دبی هم یک کیسه گونی بار روی دوشم گذاشتند که انگار کارگر حمله بار هستم و به سلامت گذشتم. چند روزی هم در دبی که فوق العاده گرم بود پیش برادرانمان بودیم و از آنجا به ابوظبی و سپس بیروت و دمشق و عمان رفتیم و خود را به یکی از دفاتر الفتح معرفی کردیم. چون به سوالات آنها به طور قانع کننده نمی توانستیم جواب بدهیم و همه سوالات را درباره هویت خودمان به یک رابطه رسمی که هنوز سر نرسیده بود ارجاع می دادیم، تا نیمه شب ما را در اتاقی بازداشت کردند تا رابط از راه برسد. در هفته های بعد که دیدارها و گفتگوهای من در چندین نوبت انجام شد، به پایگاه شهید حسن سلامه منتقل شدیم و تا سپتامبر سیاه در سال 1970 شهریور و مهر 1349 در پایگاه فلسطینی ها بودیم. فرمانده پایگاه اخ احمد الجزایری، یعنی برادر احمد الجزایری بود که در نبردهای استقلال مراکش و الجزایر شرکت کرده بود. در شهریور 49 جنگ شروع شد و ما یکی دو هفته به شدت زیر آتش نیروهای اردن بودیم. برای اولین بار بود که من جنگ می دیدم و داستانها داشت. سرانجام به استثنای فرمانده پایگاه، بقیه همگی با آتش تانک های اردن به شهادت رسیدند. یکی دو روز قبل از آن بنا به تلگرامی که فرماندهی کل انقلاب فلسطین فرستاده بود، ما را از این پایگاه به طور قاچاق خارج کردند و به عمان برگرداندند. عمان هم جنگ زده و زیر آتش شدید بود. در سه هفته‌ای که در یک هتل درجه چندم بودیم، نه آب بود و نه برق و فقط گاهی وقتها برای به دست آوردن چند قرص نان که بین تمام ساکنان این هتل تقسیم می کردیم از هتل خارج می شدیم. برای رسیدن به معدود نانبایی هایی که در نقاط دور دست شهر نان پخت می کردند، باید فاصله طولانی را طی می کردیم و ساعتها در صف انتظار می ایستادیم. اما در تمامی ساعات تبادل آتش ادامه داشت و صدای کرکننده انواع و اقسام سلاح ها در تمام 24 ساعت امان نمی داد. وضعیت الفتح هم به هم ریخته بود و ارتباط ما با مسئولینمان در الفتح قطع شده بود. فرمانده و مسئول مستقیم دسته ما شهید بنیانگذار اسقر بدیزادگان بود. او مستمرن ما را به صبر در برابر گرسنگی و ایستادگی در برابر ترس از دستگیری و شهادت فرا می‌خواند. عاقبت رفقای فلسطینی ما یک نیمه شب سر رسیدند و ما را به مقر ابو جهاد از رهبران فلسطینی بردند. به دستور ابو جهاد همراه با ده‌ها فلسطینی دیگر پشت یک کامیون باری سوارمان کردند و از مسیرهای خاکی و قاچاق در هوای فوق‌العاده سرد تا روز بعد ما را به بیروت رساندند. در حقیقت به نحو تعجب‌آوری هم از پایگاه و هم از اردن خارج شده بودیم و وقتی که به بیروت رسیدیم خودمان هم تعجب می کردیم که چگونه در آن وانفسا زنده و سالم مانده ایم. من در این سفر فهمیدم که مبارزه کردن قیمت می خواهد و شوخی بر نمی دارد.
یک بار هم که در بحبوحه جنگ در عمان خطر کرده و برای خرید نان به تنهایی از هتل خارج شده بودم، صحنه عجیب و غریبی دیدم که هیچگاه فراموش نمی کنم. در زیر آتشباری از خرابه‌ای در انتهای کوچه می گذشتم که هر روز خلوت بود، اما در آن روز جمعیت قابل توجهی جمع شده بودند، در حالی که آتشباری ادامه داشت. در وسط صحنه آتش و دود هم برپا بود و من نمی فهمیدم موضوع چیست. خرید نان برای ساکنان گرسنه و آشفته هتل را از یاد بردم و کنجکاو شدم ببینم داستان چیست. از لای جمعیت عبور کردم و جلو رفتم. معلوم شد جوانان محل مزدوری را که مرتکب خیانت و جنایت شده و تعدادی را به کشتن داده بود کشته و بعد جسد را هم به آتش کشیدند. با یک فلسطینی جا افتاده تر با جملات شکسته و بسته انگلیسی و عربی وارد جدل شدم. از من پرسید که هستی و اینجا چه می کنی؟ طبق محملی که داشتیم خودم را دانشجوی پاکستانی طرفدار الفتح معرفی کردم. وقتی اعتماد او جلب شد از من پرسید حرفت چیست؟ گفتم چرا جوانهای شما این کارها را می کنند؟ خندید و گفت تو یک روشن فکر هستی، هنوز نمی فهمی که خائنها با مردم ما و جنبش ما چه می کنند و ما هیچ راه دیگری برای دفاع از خودمان در برابر آنها نداریم. گفتم من در کتابهای انقلاب الجزایر خواندم که خائن را بی گفتگو مجازات می کنند و این یک قرارداد به رسمیت شناخته شده الجزایری ها بوده است. خشم و کین بر حق مردم را می فهمم، اما این یک واکنش و یک کار خود به خودی است و شماها که می فهمید چرا جلوی آن را نمی گیرید؟ در این لحظه گلوله خمپاره‌ای در همان حوالی فرود آمد و دود و ترکش های آن فضای اطراف را فرا گرفت. مخاطب من با صدای بلند فریاد زد دیگر بس است، زود از اینجا برو، و بحث من ناتمام ماند. در مسیر نانوایی و بازگشت به هتل، در حالی که سه قرص نان گیر آورده بودم تماما به ابو ایمن فکر می کردم. ابو ایمن افسر نگهبان پایگاه من بود، یک افسر رشید فلسطینی بسیار شجاع که چند هفته را به چشم دیده بودم که حتی لباسش را هم از تنش فرصت نمی کرد در حین جنگ بیرون بیاورد. دائما در زیر آتش پشت بیسیم بود. قدی بلند، چشمانی آبی و موی خرمایی داشت. او بسیار مهربان بود. خبر شهادت او را به طور تصادفی یک روز قبل از یک فلسطینی دیگر که به هتل ما آمد شنیده بودم. احساس می کردم از شنیدن خبر شهادت ابو ایمن داغ شدم و دردی احساس می کنم که نمی دانستم چیست. این درد با شنیدن خبر شهادت فیصل در روزهای بعد مضاعف شد. فیصل مربی جودو و کاراته ما بود. وقتی ما را تمرین می داد از هیچ چیز نمی گذشت و تا به نفس زدن نمی افتادیم دست بر نمی داشت. انگار تمام پیکر خودش عضله و فنره فشرده بود. یک روز در حین تمرین یکی از برادران خودمان دست مرا طوری پیچاند که نزدیک بود دستم بشکند. بی اختیار گفتم آخ صبر کن.